با 60مین برنامه شب‌های روشن به همراه دوست عزیزم جواد عظیمی در خدمتتون هستیم. خوشحالیم که تونستیم این برنامه رو تا اینجا ادامه بدیم. پندمیک یه خیری که داشت این بود که باعث شد برنامه رو بتونیم گسترده‌تر کنیم. سخنرانان همینطور شرکت کنندگانی از جاهای مختلف دنیا به برنامه بتونن ملحق بشن و یکی از و باعث خوشحالیه که سخنران این برنامه امروز از لندن به ما قراره ملحق بشه. دارم ساعت سختی دارند اما قبول زحمت کردند. خیلی خوشحالیم در خدمتشون هستیم. من از جواد مجری برنامه خواهش میکنم بیاد و سخنران معرفی کنه و برنامه رو شروع کنیم. ممنون از همه شما دوستان. سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که حامد گفت خیلی خوشحالیم که با یه برنامه دیگه از برنامه شب‌های روشن خدمتتون هستیم. من اول عذرخواهی میکنم از دوستان آنلاین، با طبق معمول مجبوریم که دوستانی که دوباره برنامه میشن و میوت کنیم به خاطر کاهش نویز. اگه دوستان در انتهای سخنرانی یا هر لحظه‌ای دوست داشتن صحبت کنن و ما حتما آمیوتشون خواهیم کرد. عرض کنم خدمتتون که آره به سخن امروز آقای محمدپور هستن که آقای داروش محمدپور پژوهشگر ارشد و مدرس مؤسسه مطالعات اسماعیلی هستند که در سال 2012 تحصیلات دکتریشون رو در حوزه مطالعات سیاسی و اجتماعی در دانشگاه وستمینستر پایان رسوندند. ایشون در حال حاضر عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات اسماعیلی هستند و به تحقیق در این حوزه و تدریس ادامه میدند. در سالهای اخیر هم علاوه بر تدریس فلسفه اسماعیلی کتابی منتشر کردند به عنوان اتوریته بدون سرزمین، شبکه توسعه آقاخان و امامت اسماعیلی که در سال 2014 چاپ شده. از آثار اخیر ایشون ویرایش فارسی و ترجمه انگلیسی منقح تازه از مجلس مکتوم خوارزم شهرستانی، درست خونده باشم اسم کتاب رو، به همراه مقدمه مبسوط درباره رابطه شهرستانی و اسماعیلی است که در سال 2020 چاپ شده. ایشون همچنین ترجمه انگلیسی از کتاب حکمت و حکومت دکتر مهدی حائری یزدی انجام دادن. من دیگه خیلی صحبت نمی کنم، گذرت مقدمه برنامه طول شد به خاطر ستای برنامه. آقای محمدپور در خدمتون هستیم. سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز. صدای من رو دارید؟ خیلی متشکرم از اینی که دعوت کردید من رو به جمعتون و اسباب افتخار بنده است که در خدمت شما باشم. موضوع صحبت بنده رو دارید؟ من پیش از این که صحبتم رو آغاز کنم و این اسلایدهای مختصری که دارم میخوام روش صحبت کنم در روش حرف بزنم، مایلم یکی از آخرین شعرهایی که سایه گفته و در کتاب تاسیان چاپ شده که البته اخیرترین هم نیست، شعر نسبتا قدیمیست، مال بیش از 12 سال پیشه، ولی به یه وجهی وصف زندگی سایه است و اون چیزی که ما امروز از سایه میبینیم و میشنویم. این آخرین شعری است که در آخرین چاپ دفتر تاسیان منتشر شده. رود خردی که به دریا میرفت چه به سر داشت، چه آمد به سرش؟ سینه میسود به خاک، سر به خارا میکوفت، چاله را با تن خود پر می کرد تا سرانجام از آن رد می شد. آه آن رود روان دیگر نیست، گر فرو مانده زمینش خورده است، گر رسیده است به دریا دریاست. رود رفته است و در این بستر خشک چاله ای هست و در او مشتی آب که زمین میخوردش. قصه این است که آن آب منم. امشب من نکاتی که خدمت شما عرض خواهم کرد بیش از هر چیزی روایت حکایت است، یعنی نه مقاله محققانه است نه
سخنرانی منسجم به اون شکلی است که شاید در ابعاد سخنرانی دانشگاهی انتظار داشته باشید، و سعی میکنم چند نکته که در طول سالهای دراز معاشرتی که با سایه داشتم به چشم من آمده و خیلی از نزدیک مشاهده کردم رو براتون بازگو کنم، و در ضمن اسلایدهایی که نشونتون میدم یکی دوتا فایل صوتی و ویدیویی هست که اینا رو برای خودم ضبط کردم و بیش از هر چیزی شعرخوانی سایه و در خلال صحبت اینها رو برای شما پخش کنم کرد. اگر اجازه بدید من اسلاید ها رو برای شما پخش کنم. اسلاید من رو اگر میبینید به من بگید. من باید اینو یه لحظه برام شد. توی سالان دیده میشه. بسیار عالی. عنوانی که من در واقع زیر عنوانی که برای این سخنان کوتاه هم انتخاب کردم این عنوانی است که در تیتر میبینید، راوی امید در زمانه اسرت، و این یکی از مهمترین جنبه های شاید زندگی سایه بوده در این 94 سالی که در دنیای خاکی ما زندگی کرد، و به گمان من از جهات بسیاری کلیدی است برای فهم زندگی سایه. میدونید که یه جایی یه شعری داره مهدی اخوان که در واقع نقدی است یا طعنه است به سایه، که میگه که تو این همه امید میبافی، اینا هم خیالاته، اینا هم اوهامه، و در واقع ما اینو به وضوح در شخصیت این دو تا شاعر میبینیم که یکی از یک سو زندگی بسیار پر امید داره، ولی شعر اخوان رو که میبینید میبینید که سر تا پا یأس است و نومیدی، و البته محصول فضای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است که اخوان درش زندگی میکرده، و البته تجربه‌ای که هر کدوم از اینها در این روزگار داشتن. سایه‌ای که ما میشناسیم در واقع سایه است که به تعبیر حافظ این همه نقش در آینه اوهام افتاد، یک جلوه است که در آینه افتاد، ولی هر کسی یه جور دیگه از استنباطی، یه برداشتی، یه دریافتی از شخصیت سایه و شعر سایه داشته است. من سعی میکنم امشب از 3-4 منظر مختلف به ابعادی از زندگی سایه نگاه کنم در همون حدی که وسع ما میکشه و میتونیم منعکس کنیم اینها رو. خصوص این جنبه ماجرا البته اون چیزی که همه باش آشنا، هوشنگ ابتهاج شاعر که میشه سایه ه الف سایه، که بسیاری با شعرش آشنا هستین، با تصنیف هایی که از او خوانده شده، با غزل هایی که از او خوانده شده، و با حضور پررنگ او در عرصه ادبیات، و بالاخص تصحیحی که از دیوان حافظ دارد با عنوان مشهور حافظ به سعی سایه، که این بالاخره شاعر زمانه ماست. یه چهره دیگری سایه دارد که چهره فعال سیاسی و اجتماعی اوست، که عمدتاً گره خورده است به آن شهرتی که سایه دارد به خاطر همنشینی و معاشرتش با یه طیف بزرگی از فعالان سیاسی چپگرا که از پیش از انقلاب آغاز میشه و بالاخره تا سالهای اولیه بعد انقلاب ادامه پیدا میکنه، و البته هیچ وقت این ارتباط با دوستان و رفیقان سایه به تعبیر دقیق‌تری گسسته نمی‌شود. سایه دیگری داریم که مروج موسیقی ایرانی است، که به نحوی این سایه مروج موسیقی ایرانی گره خورده است به همون سایه شاعر، و البته این شخصیت و این هویت سایه از اون جنبه اجتماعی و سیاسی زندگی سایه هم جدا نیست. یعنی طبیعتاً این نکته قابل فهم نیست که شما وقتی از یک انسان حرف میزنید هویت‌های مختلف و متفاوت یک آدم رو نمیشه از هم تفکیک کرد و جدا کرد و اینها رو در یه سیلوی جدایی بذاریم، بگیم سایه امروز شاعر است، فردا فعال سیاسی است، پس فردا نمیدونم مروج موسیقی است، اون روز دیگه این کلاه دیگه رو سرش میکنه. اینا اینقدر در هم تنیدن که واقعا جدا کردن این هویت های متمایز آدم ها هستن دیگه بسیار سخت است، و البته درباره سایه هم این مصداق دارد. نکته آخری که من باش سخنم رو پایان خواهم برد درباره زندگی انسانی سایه است، به خاطر اینکه سایه انسانی است زوجوانب، انسانی است که
دوستان، رفیقان، معاشران بسیار زیادی از طیف‌های مختلف داشته و این رو گاهی اوقات مردم درست درک نمی‌کنن و فکر می‌کنن که سایه خوب متعلق به یه فضای فکری خاص است و نمی‌تونه در فضاهای مختلف فکری سیر کنه، حرکت کنه، به مرزها رو ازش عبور کنه، از این مرزها فراتر برود و با گروه‌های مختلف حرف بزنه، که اینم خب تعبیری است که به اشتباه پیش آمده و البته میشه با مراجعه به شعر سایه اینها رو به روشنی و وضوح فهمید. برمیگردم به شابه سایه شاعر. ببینید من دو تا نکته فقط میخوام اینجا عرض کنم درباره شعر سایه. اون چیزای بدیهی رو که خب همه میدونن، سایه شعر کلاسیک داره، شعر نیمایی داره. شعر کلاسیک سایه، سایه غزل سرا در واقع به وجهی تا حدود خیلی زیادی متاثر از شعر شهریار است که ما اینو میدونیم که شهریار با سایه رفیق بود، بسیار با هم نزدیک بودن، با هم معاشرت بسیار داشتن، هر دو به شعر هم دیگه علاقه داشتن. اما نکته مهم این است که این شعر سایه‌ای که ما ازش حرف میزنیم، این غزل سایه در واقع چکیده و خلاصه قرنها غزل و شعر ایرانی است. این از کجا میشه فهمید؟ از این جایی میشه فهمید که وقتی شما شعر سایه رو مقایسه میکنید با شعر پیشینیان، یعنی چه اون آدمایی که در دوره معاصر نزدیک او زندگی کردن، چه آدمایی که همینجوری میرید قرن‌های پیشین میرید تو کل تاریخ ادبیات، به غیر از حتی شاعران خیلی نام‌آوری مثل حافظ و مولوی و عطار و سنایی و اینها. چیزی که ما میبینیم اینه که ما با یه شاعری مواجهیم و اینو من دوباره در چند دقیقه دیگه دوباره در بارش صحبت خواهم کرد، با یه شاعری مواجهیم که عمرش رو صرف خواندن شعر ایرانی کرده. یعنی شما نمیتونید بگید که من شاعر میخوام بشم، شاعر خوبی میشم، هیچ نیازی هم ندارم شعر حافظ و مولوی و سعدی و نمیدونم عطار اینا رو بکنم، اونا واسه خودشون شعر گفتن، ما برای خودمون شعر میگیم. بالاخره اینا قوله‌های شعر ایرانی بودن. حالا شما میخواهید زبان عوض کنید، میخواهید مضمون عوض کنید، میخواهید قالب عروضی رو تغییر بدید، هر کاری میخواهید بکنید، ناگزیرید از اینی که ببینید در گذشته چی داشتید و اون تغییری که دارید میدید با اون مایه و مضمونی است که از گذشته به دست شما رسیده. و سایه به گمانم در این زمینه توفیق خاصی داشته، از این جهت که کمتر شاعری است در تاریخ ادبیات ایران که سایه شعرش رو نخوانده باشه. یه تعبیری سایه همیشه به کار می‌برد درباره زندگی عادی بشر این حرف می‌زد، ولی درباره شاعر هم این حرف می‌زد. می‌گفتش که در چهار مقاله نظامی می‌گوید که اگر یه شاعری تا 40 سالگی هر پرت و پلایی گفت، هر شعری بی خود و بی جای گفت، ای برش نگیرید، و اگر از 40 سالگی به بعد شروع کرد به شعر بیدر و پیکر گفتن، یه پس گردنی بهش بزنید. حالا این تعبیری است که سایه به زبان امروزی درش می‌آورد. خب اون 40 سالگی البته نماد پختگی است که خیلی آدما در 20 سالگی به 40 سالگی میرسن، بسیار آدما اصلا در 100 سالگی هم به 40 سالگی نمیرسن، ولی نماد دیگه، بالاخره شما به 40 سالگی نماد پختگی است. اینی که شما به این پختگی میرسید، یه بخش مهمی از این پختگی محصول اینه که شما چقدر شعر میخونید، چقدر با این شعر آشنا هستید. کسی که ظرافت شعر حافظ و مولوی رو نشناسه، تفاوت‌ها اینا رو ندونه، استفاده‌ای که اینها از صور خیال میکنن در شعرشون، اون تصاویری که اینها از برای بیان عواطف احساساتشون استفاده میکنن رو نشناسه، طبعا موقعی که شعرم میگه شعرش شعر عمیقی نخواهد. ما یه شعر دیگری داریم در شعر سایه، شعر نیمایی در واقع، که همه میدونیم که کجا شروع شده، بالاخره با تاریخ شعر مدرن و امروزی ایران آشناییم، که البته نیما بالاخره سرسلسله این بود و به شاخه‌های متفاوتی رفت. و سایه یه نکته‌ای که در شعرش میتوان به وضوح دید اینه که برخلاف شعرهای تغزلی سایه که خیلی سرشار از عاطفه و احساس است، معمولاً در شعر نیمایی سایه، سایه وقتی خیلی جدی میخواد صحبت کنه، وقتی خیلی با یه مسئله مواجهه که نیاز به تمرکز و در واقع توجه امروزی و صریح‌تر داره، اینجاست که میره سراغ شعر نیمایی. یعنی وقتی که دیگه نمیخواد لاپوشونی کنه، یا وقتی که نمیخواد به اصطلاح در چارچوب دو پهلو و رندانه شعر حرف رو بزنه، شما میبینید که خیلی حرفا به صراحت در شعرهای
نیمایی سایه گفته میشه برخلاف شعرهای تغزلی سایه. و یکی دو نمونه رو من نشونتون خواهم داد که شما به وضوح میتونید ببینید که چگونه در شعر غزلی سایه، در شعر تغزلی سایه، همون مفهومی که در شعر نیمایش گفته شده آمده، منتها کمتر کسی متوجه میشه که اشاره این تعابیر به کجاست، به کدوم واقعه، به کدوم ماجرا، به کدوم حادثه اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی داره اشاره میکنه. از این جهت این دو نکته خوب از مد نظر ما باشه که وقتی به شعر سایه نگاه میکنیم، تفاوت شعر تغزلی سایه با شعر نیمایی سایه در صراحت بیان خودشونشون میده. و البته بسیاری ممکنه بگن که خب این اختصاص سایه نداره دیگه، ممکنه کسان دیگری هم شعر نیمایی بگن همین خصلت داشته باشه، ولی ضرورتا اینجوری نیست. ما میدونیم که یعنی این رو من میدونم که در ذهن سایه شعر نیمایی گره خورده به اینی که خیلی جدیتر و سریعتر میخواد یه حرفی رو بیان کنه که به بیان طبیعی و گفتارش نزدیکتر باشه. یه مقاله دارد شفیق کدکنی، البته یه مقاله که شرح کنم، شفیق کدکنی مطلب بسیار نوشته در باره سایه، هم به دلیل اینکه بالاخره استاد ادبیات شعر رو میشناسه و هم به دلیل اینکه دوست نزدیک سایه بوده و بسیار با هم معاشرت نزدیکی داشتن، که به یه وجهی حافظ سایه رو حافظ زمانه ما میدونه. البته این تعبیری که من میگم سایه بازتاب حافظ در زمانه ماست، شاید تعبیری که من به کار بردم، ولی به یه زبان دیگری وقتی امروز اگر کسی اینجوری صورت بندی کنم ماجرا رو، که اگر فرض کنیم قرار بود حافظ در زمانه ما زندگی کنه به امروز شعر بگه، چگونه شعر میگفت؟ به گمان من مثل سایه شعر میگفت. آیا این تکرار شعر حافظه؟ به گمان من نه. این همون نکته است که به نظر من خیلی نکته ظریفی است که گاهی اوقات بعضی ها ازش با اعتنای کافی عبور نمی کنند. سایه تکرار حافظ نیست، اگرچه بالاخره صورت بندی ها، تصویر سازی های شعر حافظ، مفاهیم شعر حافظ همچنان در شعر سایه جاری است و اصلا کار شدنی هم نیست، نه در ادبیات، نه در اجتماع، نه در سیاست، نه در فرهنگ و نه حتی در علم که شما بگید که ما از نقطه صفر شروع میکنیم، هر لحظه شروع میکنیم یه چیز تازه خلق میکنیم، یه چیز تازه میآفرینیم. ما ناگزیر در یه بستر انسانی حرکت میکنیم و یه بخشی از این مفاهیمی که حافظ برای ما ساخته و پرداخته همچنان برای زندگی ما موضوعیت داره. و شاهد اینی که موضوعیت داره اینی که همچنان آدمای بسیاری در سراسر زمین، اونایی که فارسی زبانن، شعر حافظ رو میخونن، میفهمن، ازش لذت میبرن، برای زندگیشون معنا داره. بله، البته یه چیزایی در شعر حافظ هست که برآمده از جهان شناسی یا کیهان شناسی عصر حافظه که ما میدونیم منسوخه، ما میدونیم علم دیگه اینا رو اینجوری نمیفهمه. وقتی حافظ میگوید که صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست، یا وقتی میگوید که تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد، که اشاره میکنه به این که در اسطورهای قدیم میگفتن موقعی که خورشید به سنگ ها میتابه این سنگ رو تبدیل به لعل میکنه، خب این کیانشناسی قدیمه، معنی نداره، موضوعیتی نداره، ولی هیچ دلیلی هم نداره که ما بیایم مثل حافظ بگیم که آقا علت این که فلان سنگ تبدیل به لعل شد این بود که خورشید بهش تابید اینجوری شد و بس و چیزهای دیگه از این قبیل. نکته من اینه که وقتی درباره شعر حافظ صحبت میکنیم و مقایسه میکنیم با شعر حافظ، با شعر سایه، سایه شاعری است که بنمایه شعر حافظ، رندی حافظی رو در خودش داره و در این حال با زمانه خودش حرکت میکنه. یه مصاحبه‌ای به مناسبت به گمانم 60 سالگی سایه یا 70 سالگی سایه در برنامه در یک از برنامه های بی بی سی فارسی، رادیوی بی بی سی فارسی سالها پیش انجام شد و آقای رفیق ما مهدی جامی با سایه مصاحبه کرده بود و اونجا سایه در واقع درباره امروزی بودن و مدرن بودن شعر خودش همین شعر غزلی صحبت و متقاعد تغزلی صحبت میکند و یه جایی در اون گفتگو میگوید که بعضی از مسائل هست که مربوط به زمانه ماست. یعنی اون شعر مشهور سایه که آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا، مژده بده مژده بده یا پسندید مرا، یه تعبیری سایه به کار میبره، میگه که شما مخاطب عادی خیلی راحت متوجه این نمیشه که من در اینجا اومدم رابطه عاشق و معشوق رو تغییر دادم.
شما اگر به زمان مثلا 500 سال پیش نگاه میکردید، به زمان حافظ نگاه میکردید، یه طرف عاشق سر تا پا نیاز است و خاکساری و تضرع و تواضع و فروتنی، از اون طرف معشوق تماما غرور است و تکبر و استغنا و بی‌نیازی، یه طرف تماما نیازه یه طرف تماما نازه. اینجا میگه نه، ما با یه معشوق عاشقی مواجهیم که هم ردیف هم هستن. آینه در آینه شد، دیدم شد دید مرا. ما تو چش هم داریم نگاه میکنیم، این عاشق و این معشوق فاصله شون مثل فاصله عاشق و معشوق زمان حافظ نیست. خب این برآمده از یه تجربه امروزی بشره که توی قرن 20 و قرن 21 دیگه زن فرودست نیست و این چیزی که به سادگی به چشم مخاطب عادی نمیاد. کسی باید با دقت نگاه کنه ببینه که حتی در شعر تغزلی سایه که اون ساختار و چارچوب عروضی قدیم رو داره، بازم سایه از این فضا عبور میکند و با مسئله زمانه خودش درگیر است. پس به این معنا به گمان من حافظ در زبان سایه زندگی کرده، استمرار پیدا کرده، ولی با مسئله زمان ما که اینجا دیگه، حالا این شعر دیگه شعر حافظ یا فقط شعر سایه نیست، این یه تجربه مشترک بشری است که همه میتونن ازش بهره مند بشن. دو تا نکته هست در شعر سایه که من در ابتدای صحبتم بهش اشاره کردم و به نظر من شما هر جایی که از شعرهای سایه رو میخونید این دو تا نکته رو به وضوح میبینید، هم امید رو درش میبینید و هم غم رو. منتها این امید و غم با هم در هم تنیده هستند به یه معنایی. منتها نگاهی که سایه به امید میکند به یه وجهی نگاهی است که از سوی خیامواره، به این معنی که امید واهی به کسی نمیده. و این بارها من برخورد کردم با این که وقتی از شعر سایه و امید در شعر سایه حرف میزنیم، همه یاد اون تخیلات و توهماتی میفتن که آدمایی که عاجزن و دستشون به جایی نمیرسه و بالاخره کاری نمیتونن انجام بدن، اونا هم نمیتونن تغییر بدن، میگن حالا دلمون خوشه به اینه که فردا یه اتفاقی میفته. این بگمان من فهم نادرست از اینه که ما امید رو در طول تاریخ بشر، در طول تاریخ انسان، در طول تاریخ تکامل انسان در واقع، نه فقط این تاریخ ثبت شده ای که تو این کتابا میخونیم، بلکه تاریخ میلیاردها ساله ای که بالاخره آدمیزاد از این ارگانیسمی که از ابتدا شروع شده تا اینی که به امروز تکامل پیدا کرده وجود داره، این امید یه چیزیست که به گمان من قائم به وجود و هستی آدمیزاده، برعکس نیست. اینجوری نیست که آدمیزاد، شنیدید دیگه میگن آدمی به امید زنده است، به گمان من آدمی نیست که به امید زنده است، این امید است که به آدمی زنده است. امید یکی از زائیده ها، یکی از محصولات ذهن آدمی است. یه جایی با سایه درباره خدا و دین و اینا صحبت میکردیم، سایه خب خودش آدم عصبی نمیدونه، از قالب چیزام نبود، میگفت اصلا من که تو این فضا نیستم که من بگه خدا وجود داره خدا وجود نداره، ولی بیا فرض کنیم از دید مثلا حتی آدم عصبی یا غیر عصبی که خدا وجود نداره، اگر هم خدا وجود نمیداشت دوباره این آدمیزاد این خدا رو خلق میکرد، این خدا رو میآفرید، به خاطری که این نیاز به خدا اصلا لازم هم نیست شما اینو در قالب ادیان ابراهیمی ببینید، در قالب توحید ببینید، یا در قالب این دین یا اون دین ببینید. بالاخره آدمیزاد اینو میآفرینه چون نیاز داره بهش، چون نیاز وجودی آدمیزاده و از وجود خود آدمی متولد میشود. این دلیل است که من فکر میکنم که امید از آدمی زاده میشه و بهترین تجلی این نگاه به امید شما خیلی جاها در شعر سایه میبینید. این شعر، همون شعری که برای شما خواندم، مژده بده یار پسندید مرا، یا شعر دیگری دارد که در این خانه غریبید غریبانه بگردید، اونجا یه بیتی دارد که من این مصرع اولش بسیار یکی از مصرعهای محبوب من است که میگوید که کلید در امید اگر هست شمایید، در این قفل کهن سنگ چو دندانه بگردید. و این نکته به نظر من همون چیزی که مردم متوجه لطافتش نمیشن که این آدمیزاد نیست که زنده به امید است. اونم بله شما میتونید از نتیجه بگیرید، ولی این امید است که از وجود آدمی زاییده میشود و این هم نوا بودن، این در هم تنیدگی امید با هستی آدمی نکته اساسی و کلیدی است. یعنی اگه شما زنده باشید، یا اون غزلی که سایه داره که میگوید که ای زنده ای ارزنده این زاری رها کن، با زندگی تا زنده ای مردانه تا کن، این ارزندگی ما به این است که ما
زنده ایم و زندگی رو میورزیم و این گره خورده به اینی که امید داریم. آدمی که ناامیده، آدمی که مایوسه، آدمی که تیره است، آدمی که تلخه، هیچ وقت این زندگی رو اونقدر که باید جدی نمیگیرد. و جدی گرفتن زندگی چیز بسیار کلیدی و مهمی است که شما در شعر سایه این رو میبینید. اما این امید به غم هم گره خورده. به غم گره خورده به خاطر اینکه بالاخره این آدمیزاد در همین دنیای خاکی زندگی میکنه دیگه. این آدمیزاد دخص داره، عیب داره، گرفتار زمان و مکان است، سرخوردگی داره، هجران داره، نمیدونم تلخی داره، هرمان داره، هزار یک بدبختی و بلا سر این آدمیزاد میاد و اصلا تمام بشو هم نیست. و این همون چیزیه که حافظ به ما میگه دیگه، آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. و این رو شما به زبانهای مختلف در شعر سایه میبینید دیگه. یه غزلی دارد که شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت، دوباره گریه بی طاقتم بهانه گرفت. اونایی که زمینه شعر رو میدونن میدونن که سایه پسرش کیوان بیماری گرفته بود، سرطان گرفته بود و چشمش رو باید میرفتن عمل میکردن. سایه بچه رو آورده بود انگلیس و خودش در رفت آمد بود. بالاخره یکی از شبایی که از لندن رفته بود و پاریس بود، برمیگشت دوباره به چیز، به لندن برای دیدن بچه، این غزل رو گفته بود. و یک بیتی دارد این غزل که میگوید که زهی پسند کماندار فتنه، که از بن تیر نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت. زهی بخیل ستمگر که هرش داد به من، به تیغ باز ستاند و به تازیانه گرفت. اینجاست که شما غم رو میبینید. اینجاست که حتی شاعری که این همه سرتاپای وجود او امیده، این همه مهر به بشریت، بازم اینجا زانو به زمین میزنه، بازم اینجا میخوره زمین، بازم اینجا غم گریبانش رو میگیره. و بعد میگه که درد از نهاد آدمی زاد است. تو اون شعر باید با آواز، شعر آواز غم که سایه داره، اینم دوباره این مضمون رو اونجا تکرار میکنه. خلاصه کنم که به گمان من این دو تا معنا، این دو تا مفهوم که معانی خیلی جدیدی هم نیستن، گره خوردن به شعر سایه. شما با این دو تا مفهوم امید و غم در شعر سایه خیلی چیزا میتونید پیدا کنید، منتها تو زمانه خودشون، توی چارچوب امروزی که سایه از اینها میفهمه. سایه اینو در گفتگوهای مختلف هم گفته، در صحبت‌های جای مختلفی هم که کرده سایه رو گفته است که شاعر خودآموخته است. به این معنی که سایه هیچ وقت نرفته مثلا عروض یاد بگیره، قافیه یاد بگیره، کاملا به طور طبیعی شعر رو یاد گرفته. و یه جایی توضیح میده دیگه در یه مصاحبه‌ای که میگوید که من جوون بودم، پم شدم میرفتم فلان کافه، چای می‌خوردم، نمی‌دونم بستنی می‌خوردیم، منتظر می‌بودیم تو رادیو برنامه پخش زنده داشت، مثلا آواز مثلا ادیب خانساری رو برای ما پخش می‌کرد. خب اونجا من شعر رو گوش میدادم به همراه موسیقی و آهنگ کلام رو کشف کرده بودم. و اینو بارها گفته که من هیچ وقت دچار مشکل در وزن شعر نشدم، به خاطر چیز کاملا طبیعی بود، گره خورده بود با گوش من، با نحوه شنیدن من. وقتی شعر رو میشنیدم متوجه میشدم که کجای کار میلنگه و خب یه چیز خدادادی و طبیعی است که در نتیجه شما در شعر سایه علاوه بر این که یه شاعر خدا آموخته ای رو میبینید، یه نکته دیگری هم هست که سایه این رو به تجربه آموخته و به مرور زمان این رو صیقل زده و پاکیزه تر کرده. و اونم در این جنبه شعر سایه است که شعر سایه کاملا طبیعی است و بدون تصنع و تکلفه، نه تنها در بیان، نه تنها در گفتار، نه تنها در سرودن شعر، بلکه در نحوه خوندنش، در آهنگ خوندنش. یه وقتی بود من غزلهای سایه رو میخوندم با صدای خودم، با لحن خاصی، با یه آهنگ خاصی، بعد میفرستادم سایه گوش میداد، میگفت خب اینم خوبه دیگه، اینم یه وحشی برای خوندن، ولی من بودم اینجوری نمیخوندم. و سوال من این بود که یعنی چی اینجوری نمیخوندم؟ و جواب سایه خیلی ساده بود، من شعر رو همونجوری که عادی دارم حرف میزنم میخونم. یعنی اصلا لازم نیست شما لحن صداتون رو ببرید بالا، نمیدونم کش بدید، نمیدونم یه کار عجیب غریبی با صداتون بکنید، فکر کنید مثلا با هیجان شعر رو بخونید، شعر خیلی شعرتر میشه. شعر بیان عاطفه آدمیزاده و عاطفه آدمیزاد زمانی گیرایی دارد، زمانی بر مخاطب اثر میگذاره که به طور طبیعی جاری بشه. شما اگر شعر طبیعی و زبان طبیعی خودتون رو پیدا نکنید، مخاطب رو به این سادگی نمیتونید تکان بدید. اینی که شما بشینید با
لحن دکلمه و طرز عجیب غریبی شعر رو بخونید. البته بعضی رو تکون میده، البته بعضی اثر میگذاره، ولی شعری که اثرگذار واقعی است شعری است که به طور طبیعی و به طور عادی از زبان شاعر یا خواننده شعر میاد بیرون بدون هیچ تکلفی، بدون هیچ ادایی. یه بخشی از این خودآموختگی شاعر، چون که بیشتر عرض کردم، به خاطر مطالعه گسترده دواوین شعرهای پیشینه. یعنی شما اگر یه دایره المعارفی داشته باشید، بدونید که مثلا در دوره مثلا رودکی فلان تعبیر رو شاعر به چه معنایی به کار می برده، به امروز شما همین رو به کار ببرید، کاملا یه تعبیری هست که واقعا تو ذهن مردم نیست امروز، تعابیری که شما در شعر سایه مثلا میبینید. یه چیزی داره، یه شعری داره که سایه میگوید به سر بلند تی سر، که در شب زمین کن نفس سپیده داند که چرا راست ایستادی. این شب زمین کن، این به سیل اشاره میکنه دیگه. یکی از شاعران پیشین این آورد، الان خاطرم نیست کدوم شاعر این شعر رو گفته بود، ولی اشاره سایه به این بود که اینو من در شعر فلانی دیدم و این عجب تعبیر رسایی است که میشه قشنگ اینو نشوند با میناگری وسط شعر امروزی و چقدرم خوب جا میفته. به سر بلندت ای سرو که در شب زمین کن نفس سپیده داند که چرا راست ایستادی. یه بخش دیگر شعر سایه به خاطر، یعنی در واقع شخصیت سایه که در شعرش هم خودش نشون میده، به خاطر تصادف تاریخ به گمان من. یعنی سایه در زمانه‌ای زندگی کرده که از یک سو شهریار هم عصرش بوده، هم دورش بوده، با بسیاری از خوانندگان و اهل موسیقی تراز اول ایران هم عصر بوده، با اینا معاشرت بسیار نزدیک داشته و توی دوره سایه زندگی کرده که متفکرین و روشنفکران تراز اول ایران در روزگار معاصر در زندگی کردن و اینا با سایه رفیق بودن، نزدیک بودن. یعنی شما شاعر تراز اولی نمیبینید که در دوره‌ای با سایه معاشرت نداشته و اینا از هم اثر میگرفتن، بر هم دیگه اثر میگذاشتن و این همون چیزیه که من اسمش رو میگذارم معاشرت‌های بارور. یعنی اینا در ضمن گفتگو با هم دیگه شعر همدیگه رو تصحیح میکردن، شعر همدیگه رو میخوندن، به شعر همدیگه ایراد میگرفتن و این پاکیزه کردن و در واقع پیراستن شعر همدیگه به خاطر این معاشرت با همدیگر است. اینو شما زمانی میفهمید که موقعی که دوست و رفیقی نداشته باشید، موقعی که کسی نباشه که در تراز شما شعر رو بفهمد و بخواند. اون وقت آدم با تنهایی شعرش رو بسازه، اون وقت نتیجه شعری میشه که بالاخره با این شعر سیغل خورده ای که از جنس شعر سایه ما میبینیم تفاوت بسیار خواهد داشت. من یه فایل صوتی اینجا دارم که اینجا اگر صدا بیاد و پخش بشه، یه تیکه ایست از یه شعر نیمایی که سایه گفته، مال شاید مربوط به 7-8-10 سال پیشه که با هم داریم صحبت میکنیم و سایه قسمتی از شعر رو میخونه و بعد در انتهای شعر توضیح میده که چی شده من این شعر رو گفتم و این در واقع طبیعی بودن سرودن شعر شما اینجا خیلی به وضوح میتونید ببینید. کلاغی خسته را مانم که دور از آشیان نالد، غروب افتاده ای اندیشناک بیپروایی. چی بود بیت اولش؟ تو هم رفتی که خالی شد جهان، خالی تر از خالی. مرا ماندی در این غربت به تنهایی و بدحالی. این کلاغ در شعر فارسی به این معنایی را به کار نرفت. کلاغ خسته. ولی من همیشه این غروب که این کلاغ ها میان و سر درخت ها شلو میکنن، من خیلی بهم بگیم آشد از بچه میگم که اینجا خونه شونه یا سر را آمدن دیگه نای پرواز بیشتر ندارن که بخونه که بگیم. این داد فریاد میکنن ولی چیه قد شروع میکنن یوی از این غروب. کلاغ خسته را مانم که دور از آشیان نالد، غروب افتاده ای اندیشناک بیپرواری. دیگه نمیتونه به خونه برسه. بیاین دیگه.
بخش دوم عرایز بنده به این بخش سیاسی و اجتماعی زندگی سایه برمیگرده که خب بسیار درباره‌اش شنیدید. من اخیرا این مقاله نوشتم که در وبسایت زیتون منتشر شده، اونجا به تفصیل توضیح دادم درباره این نکات. و یه نکته‌ای که بسیار درباره‌اش بحث زیاد شده این است که سایه رو به عنوان شاعر توده‌ای معرفی می‌کنند. این هم سخن درستی است، هم سخن نادرستی است. سخن نادرستی است به این جهت که سایه هیچ وقت عضو حزب توده نبود، هیچ وقت عضو رسمی حزب توده نبود، اما سایه به یه معنای توده‌ای بود، به خاطر اینکه تقریباً علل اتفاق اکثریت بزرگ دوستان بسیار نزدیک سایه توده‌ای بودن. یعنی شما در همین عکسی که می‌بینید اون گوشه سایه نشسته، سیاوش کسرایی، احمد شاملو، بعد مرتضی کیوانه که در واقع اسطوره زندگی سایه است دیگه. به یه وجهی جنس رابطه سایه با مرتضی کیوان مثل جنس رابطه مولوی است با شمس تبریز. یعنی از این زاویه باید این ماجرا رو دید. و اینها هستن که در واقع سایه رو توده ای میکنن، نه اینی که سایه آدمیه که مثلا آدم حزبیه، به فرموده حزب کار میکنه. بارها درباره این صحبت شده دیگه، در گفتگاه شفاهی هم گفته، جای دیگه هم ثبت شده، در به گمانم در این کتابی که آقای عظیمی در آورد در پیرپرنیان اندیش هم این صحبت مطرح شده که اونجا میگه که من یه بار با کیانوری صحبت میکردم، بهش گفتم با همین تعبیر گفتم که رفیق کیا، اگه یه زمانی شما به قدرت برسید، حزب توده در این مملکت به قدرت برسه، من باید از این مملکت بذارم برم. و گفت با تعجب، گفت چرا؟ گفتم همینه دیگه، من که بر فرموده شما که نمیتونم کار کنم، که من شاعرم، چرا خودم میگم منتظر شما هم نمیمونم. و این کاملا به وضوح نشون میداد که تفاوتی که سایه از منظر سیاسی داره با اینا چجوری است. برخلاف مثلا کسرایی دیگه، کسرایی تمام و عیار خودش رو وقف حزب کرده بود و حزبی به ماجرا نگاه میکرد، و اینو در زندگی بعدش هم زمانی که رفت از ایران مهاجرت کرد، رفت افغانستان و بعد روسیه، خودش رو نشون داد دیگه که به همون شدتی که از اون ور طرفدار حزب توده بود، بعد از سقوط اتحاد شوروی و بعد اون اتفاقایی که برش رفت و اون غربت هایی که در شوروی کشید، خب نقطه مقابلش رسیده بود دیگه. ولی این نکته بسیار مهمی است که سایه توده‌ای نبود و توده‌ای بود. توده‌ای نبود به این معنی که کار سیاسی نمی‌کرد، توده‌ای بود به این معنی که به آرمان‌های حزب توده اعتقاد داشت. چون سایه وقتی که به حزب توده نگاه می‌کرد، به یه جریان سیاسی نگاه می‌کرد که میکوشد که عدالت و آزادی رو برای انسان محقق کنه، که مقایسه میکرد دیگه. یعنی شما توی دنیای زندگی میکنید، شما دوتا قطب بزرگ سیاسی داری، از یه طرف سرمایه‌داری دارید، از یه طرف سوسیالیسم دارید، و اینها هر کدومشون یه ادعایی دارن، یه وعده هایی میدن، و وعده های سوسیالیستی به چش سایه البته خوش میامد. و اینو فراموش نکنیم که سایه در کجا به دنیا اومده، در چه خانواده‌ای زندگی کرده، در چه فضایی رشد کرده است و بالیده است. سایه رشدی است و برای شمالی ها، برای رشدی ها میرزا کوچک چهره مهمی است، چهره افسانه‌ای است برای اینها، به عنوان نماد وطن دوستی، به عنوان نماد آزادی خواهی، به عنوان نماد انسان دوستی. که البته برخلاف خیلی هایی که حتی موقعی که به میرزا کوچک نگاه میکنن، میرزا کوچک رو مثلا عامل شوروی میبینن یا چپگرا میبینن یا متمایل به نمیدونم مسلط کردن آرمان های اون کشور سرخ میدانن، کسانی که اونجا زندگی میکنن، کسانی که توی اون خطه شمال زندگی میکنن، عمدتا به میرزا کوچک به عنوان یه آدمی از خودشون نگاه میکردن، نه به عنوان یه آدمی که قرار کشورش رو بفروشه. مثلا صحبت این چیزا در میون نبود. یه آرمان خیلی فراگیر به تعبیر یونیورسالیستی در اینجا در میون بود که سایه خودش بهش نزدیک میدید. ولی این نکته خیلی ظریفی در زندگی سایه است که از نگاه خیلی ها دور مانده، و اونم این است که وقتی سایه از حزب توده صحبت میکنه، از حزب سیاسی حرف نمیزنه. سایه وقتی میگوید حزب توده، یا میگوید حتی وقتی میگه اتحاد شوروی، این همه فرع ماجرا است. تمام اینها در وجود مرتضی کیوان برای سایه خلاصه است. یعنی مرتضی کیوان است که یه آدمیه که، چون مرتضی کیوان خودش وقف حزب کرده بود، برای همه چیز کار میکرد و عاشقانه در خدمت حزب بود و تنها آدم
غیر سیاسی و غیر نظامی حزب توده بود که اعدام شد، چون بقیه بالاخره کاری کرده بودن، بقیه افسرهای حزب توده بودن، سوگند خورده بودن، سوگند وفاداری به شاه خورده بودن و به معنای دقیق کلمه خیانت کرده بودن به شاه، ولی کیوانش کدوم تو هیچ کدوم این فضاها نبود و شوخی شوخی و علکی علکی اعدامش کردن، که البته همین اعدام شدن کیوان است که شخصیت سایه را از این رو به اون رو میکنه و تبدیل میشه که شما در جای شعر سایه همچنان رد پای کیوان رو میبینید. سایه از طریق کیوان است که این وفاداری به آرمان‌های انسانی حزب توده رو به میراث میبرد، که دیگه اینجا دیگه این آرمان‌های انسانی رو شما میتونید بگید آقا شما در غرب پیدا میکنید، در شرق پیدا میکنید، بین دیندارا پیدا میکنید، بین بی‌دینان پیدا میکنید، اینقدر فراگیر و جهان شمول است که شما نمیتونید این رو محدود و منحصر کنید به اینه که حزب توده مثلا این کار رو داره میکنه. البته خب جای بحثی نیست که بالاخره حزب توده الگوهایی داشت، آرمانهایی داشت، شیوه سیاسی داشت با تمام جوانب مثبت و منفی که داشت. اینو به وضوح میشه از تاجیکای امروزی پرسید، از کشورهای تازه استقلال یافته شوروی پرسید، که بسیاری موقعی که به گذشتهشون نگاه میکنن همچنان دوره اتحاد شوروی برشون دوره رویایی به نظر میرسید، به خاطر اینکه زندگیشون تأمین بود. مثلا شما یک کشوری مثل تاجیکستان میبینید بعد از اتحاد شوروی و قبل از اتحاد شوروی زندگی اینها یکسره متفاوته، همه چیز از بین میره. حالا اینی که اشکال کجا بوده که این اتفاق میفته فرع ماجراست. عرض من اینه که بسیاری در اون مملکت آرمانهای این نظام سوسیالیستی براشون مهم و عزیز بود، و این البته اختصاص و انحصار به حزب کمونیست اتحاد شوروی نداشت. عموم گرایش های چپ این خصلت رو دارن، چه اون چپ هایی که به احزاب کمونیست نزدیک بودن، چون چپ های سوسیالیست تر و امروزی تری که شما در جای مختلف دنیا میبینید، مثلا در انگلیس جرمی کوربین رو میبینید، در آمریکا مثلا برنی سندرز رو میبینید و الی آخر که باش آشنا هستید. نکته که من میخواستم اینجا بهش تأکید کنم این است که بتونیم دقیقا این بافتار زمانه سایه رو درک کنیم، که وقتی میگیم حزب توده و سایه، فقط حزب توده و سایه نیست، ما درباره یه نهاد سیاسی و اجتماعی حرف میزنیم که استعمار ستیزه، که آزادی خواهه، که دستگاه سیاسی نظامی داره، و در این حال بزرگترین و مهمترین متفکران و تولید کنندگان فرهنگی و شعری و ادبی ایران بالاخره در یه نقطه‌ای در یه دوره‌ای توده‌ای بودن یا با توده‌ها معاشرت می‌کردن، و اینجاست که این حزب توده میشه آینه مطالبات عدالت جویانه و آزادی خواهانه نسل مختلف مردم ایران. حالا شما انقلاب 57 میشه، اتفاقای دیگری میفته که بالاخره این دور میگذره دیگه، بالاخره همیشه یک حزب و یک جریان سیاسی تا ابد باقی نمیمونه، به همون شکلی که اتحاد شوروی سقوط کرد جمهوری اسلامی هم سرنوشت مشابهی داشته، اتفاقای دیگه میفته که مردم بالاخره از این فضای سیاسی براشون رازدودایی میشه و نحوه دیگری این جریان های سیاسی رو میبینن. سخن رو به درازا نکشم، این نکته زندگی سایه بسیار مهم است که سایه هیچ وقت در این اینکه توده‌ای نبود از این آرمان‌های انسانی و اخلاقی و آزادی خواهانه حزب توده دست نکشید. بارها به من میگفتش که شما میگید اتحاد شوروی از بین رفته، اتحاد شوروی از راز اقتصادی شکست خورده، اتحاد شوروی از راز به تعبیر خود سایه از راز ایدئولوژیک، حالا کار من نمیخوام درباره کلمه ایدئولوژی بحث کنیم، از راز فکری زر جاشه. اتحاد شوروی شما میگه که شما نمیتونید حقوق انسان‌ها رو ازشون سلب کنید به بهانه که رنگشون فرق میکنه، جنسشون فرق میکنه، مذهبشون فرق میکنه، به همه باید به یه چشم نگاه کنید، که این البته خب شاعرانه این نگاه میکرد دیگه، شاعر از این منظر نگاه میکنه به ماجرا. سایه فعال سیاسی نیست که مثلا نگاه کنه ببینه در دوره استالین چه اتفاقی افتاد، بعد لنین چه اتفاقی افتاد، در دوره برژنف چی شد و تمام اون فضاهای سیاه و تاریکی که بعدها در دوره اتحاد شوروی رخ داده بتونه اینجوری ارزیابی کنه. برای سایه این جنبه آزادی خواهانه ماجرا خیلی کلیدی و بسیار مهم است. قسمت سوم صحبت من در مورد موسیقی ایرانی است که البته برای همه شما آشناست، دیگه چیز واقعا بیش از این گفتنی شاید نداشته باشه، به خاطر اینکه ما میدونیم که سایه سهم بسیار مهمی در پرورش و ترویج موسیقی کلاسیک ایرانی ایفا کرده. یعنی شما یه
سخندان و سخنور شاعر در واقع داره که موسیقی شناسه و شعر شناسی سایه تنگاتنگ گره خورده است به موسیقی شناسی سایه. اما این سایه نه آهنگساز نه خواننده است. یعنی سایه گوش خوبی داره، گوش موسیقایی داره و رابطه شعر و موسیقی رو بهتر و بیشتر از هر کسی درک میکنه و این شما میتونید در زندگی بعدی سایه، در دوران بعدی سایه که وارد رادیو میشه و شروع میکنه به در واقع تولید برنامه گلهای تازه، به وضوح اینو ببینید که شما سایه گلهای تازه رو توزیع تولید کرد، بعد برنامه گلچین هفته رو توزیع کرد و ساخت که سلسله طولانی از همه اینا وجود داره و در خلال این اتفاقات سایه استعدادهای خیلی تازه‌ای رو در موسیقی کشف کرد که پیش از این کسی اینا رو نشناخته بود. یعنی شما از نسل مثلا محمودی خانساری عبور کردید، از نسل چه می‌دونم بنان عبور کردید، رسیدید به نسل علیزاده و مشکاتیان و لطفی و محمد رضا شجریان که اصلا یه دوره تازه‌ای رو در موسیقی ما خلق کرده و اینم باز به گمان من به وجهی از همون تصادف‌های تاریخ اینی که این همه آدم همزمان باشن با هم و بتونن در ذهنیت همدیگه اثر بگذارن خیلی نکته ظریفی است که باید بهش توجه داشت. و البته آخر ماجرا اون قانون چاووش است، بعد انقلاب میشه و به تعبیر خود سایه اون باد بلاخیزی میوزد که همه آشیانها رو ویران میکنن. میرسم به بخش آخر صحبت بنده که فکر میکنم در 3-4 دقیقه آینده تمامش کنم و اون نکته خیلی به گمان من کسانی که با سایه معاشرت داشتن اینو بیشتر از هر کسی از نزدیک حس کردن که سایه یک انسانی بود کاملا انسان، کاملا انسان به معنای که نه قدیس بود نه صوفی بود نه عارف بود و در این حال آدمی بود که فهم بسیار ملموسی محسوسی از درد و غم و رنج و غصه ها و نمیدونم ناامیدی ها و حرمان ها و ناکامی ها و شکست های آدمی داشت. یه سوالی اینجا برای من همیشه مطرح بوده اینه که چه چیزی باعث محبوبیت آدمی میشه؟ چی میشه که به قول حافظ دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی؟ آری آری سخن عشق نشانی دارن. چی باعث میشه که این آقای هوشنگ ابتهاج که آدمای مختلف دیدنش میشناسنش به دل آدم ها بشینه؟ یعنی شما آدم مذهبی میبینید باش رفیق، آدم ضد مذهب میبینید باش رفیق، آدم چپ میبینید باش رفیق، آدم کمونیست باش رفیق و طیفای مختلف دیگه، اینقدر گسترده است که واقعا نمیشه توی قالب اینا رو جا داد. به گمان من نکته اساسی اینه که سایه در شعرش صداقت داشت، هم در شعرش هم در گفتارش هم در رفتارش. سایه هیچ وقت دروغ نمیگفت، اون چیزی که بهش باور نداشت رو به زبان نمیآورد، کم حرف میزد، آدم بسیار مردم گریزی بود، در این حال به سادگی شکار هر کسی نمیشد که با هر کس معاشرت کنه. اون کسانی که از نزدیک میشناختنش میدونستن که سایه بالاخره شما میرید دیدنش تا در دقیقه نیم ساعت اول اصلا همجوری عبوسی گوشه نشسته، صداش در نمیاد، دو تا مطلقم به شما میندازه و آخرش احساس میکنه که میخواد شما رو فراری بده و پول میکشه تا زمانی که شما بتونید به لایه‌های درونی زندگی این آدم راه ببرید. و این البته یه جنبه دیگری دارد که من به گمان من اسمم زیر چارچوب فروتنی و تواضع سایه این رو من میفهمم. یه قصه فیلمی اینجا هست که در یکی از این برنامه‌های آنلاینی که برای سایه گذاشته بودند اینو میگه سایه و جای دیگر هم اینو تکرار کرده. اینو اگر با هم بشنویم خلاصه حرف من در این عبارات سایه آمده است که این رو به نظر من خودشناسی سایه است که سایه اینو میدونست که انسان وقتی ستایش میشنوه، وقتی تعظیم میشنوه فریب میکنه، خودش باورش میشه، فکر میکنه که به جای مهمی رسیده. در نتیجه این یکی از سایه میگفت یکی از کشفیات منه که من باش همیشه به خودم ور میرفتم، آینه بازی میکردم، میرفتم جلوی آینه میایستادم، خودم رو دست مینداختم، برای خودم شکلک در میآوردم، گفتم موهاشو نگاه کن، چشاشو نگاه کن، دماغشو نگاه کن، فقط برای اینکه به خودم رو راست باشم، بدونم که آقا این آدمیزاد اگر سراغش ندی، اگه مهارش نکنی فریبت میده، سوارت میشه. این قطعه کوتاه رو با هم ببینیم و بدون تواضع جلی به شنونده های این حرفا بگم که زیاد هم باور نکنن این تعارفات. ما ایرانی ها اغراق میکنیم در چیزهایی که دوست داریم. هر حال
بزرگان حرف بزرگانه گفتن و خیلی ممنونم ازشون. اینجا در ابتدای این برنامه خب آدم های مختلفی اومدن حرف زدن در باره سایه، هر کسی ازش تعریفی کرده بود و خب سایه بالاخره احترام اینا رو نگه میداره، ولی نکته اصلیش این است که شما حواستون باشه که فریب میخورید خیلی راحت. اینو بارها با من میگفتش که ببین من میدونم که آدمی هستم قد و قامت متوسطی دارم، ولی تو بیا با من بگو آی فلانی عجب شما آدم قد بلندی هستی، چقدر شما رشید هستی. میگه من که میدونم تو داری دروغ میگی، من که میدونم که قدم بلندی است، ولی خوشم میاد. ده بار اینو تکرار کنی من دیگه من فکر میکنم قد بلندترین آدم کره زمینه. و این خیلی نکته ظریفی است که آدمی در طول زندگیش مراقبش باشه که فریبش رو نخوره. برمیگردم به اون صحبتی که درباره معاشران سایه داشتم. سایه کسی بود که شما نمیتونستید بگید که این آدم آدم مذهبی بود یا آدم ضد مذهب. با آدم های مختلف نشست برخاست میکرد، آدم رفیق بازی بود، به روی دیگری گشوده بود. هیچ وقت متر تو ذهنش این نبود که شما من با شما معاشرت میکنم، با شما رفیقم. اول از شما میپرسم که شما مذهبی هستید یا مذهبی نیستید، شما چپید یا راستید، شما مثلا از حزب توده خوشتون میاد یا بدتون میاد. آنچه که مهم است برای سایه انسان بودن شماست و عواطف شماست و رو راست بودن شماست، نه اینی که شما از کجا آمدید و چگونه به عالم نگاه میکنید. که این سوال اصلی ماست. سایه به کدوم اینکه این طیف متعلقه؟ به همه متعلقه، به هیچ کس هم متعلق نیست. جواب خیلی ساده، سایه در فضای ذهنی خودش زندگی میکنه، در این حال انسان براش اونقدر مهمه که هیچ انسانی رو به خاطر تفاوتش، به خاطر اینی که رنگش فرق میکنه، جنسیتش فرق میکنه، سنش فرق میکنه، چه میدونم مذهبش فرق میکنه، زبانش فرق میکنه، قضاوت و داوری نمیکنه و باهاش معاشرت میکنه. و این شاید یکی از تجربه زندگی منه که فاصله سنی من و سایه فاصله خیلی درازی بود. یعنی سایه به یه وجهی پدر بزرگ من حساب میشد، پدر من حساب میشد، برادر من حساب میشد، رفیق من حساب میشد. اینقدر این رابطه ها در هم تنیده بود که معلوم نبود بالاخره ما عادی جوونی که مثلا این همه اختجای نوه سایه میتونه باشه چرا اینقدرش نزدیکه، چرا اینقدر با هم معاشرت میکنن. و یه دلیل خیلی ساده داره که از قبیل من بسیار کسان بودن و بسیار کسان میتونن همین حرفا رو بزنن به خاطر اینکه باهاش معاشرت نزدیک داشتن. من برای اینکه صحبتم رو تمام کنم، یه فیلمی هست که سایه توی یوتیوب من ایران گذاشتم، یکی از غزلهای سایه رو من میخونم و یه بیتی دارد که در واقع ارجاع دارد به تحولات سیاسی معاصر ایران، یعنی بعد از انقلاب، که اونجا خود سایه بهش اشاره میکند دیگه. این رو با هم گوش میدیم و بعد سخن بنده به پایان میرسد. رفتی و بی تو کار دل من چه زار شد، غم بر سر غم آمد و هر غم هزار شد. گوی زمین به چنبر دیوانگان افتاد، کار جهان به کام دل نابکار شد. زن آب زیر کاه نگه کن که ناگهان، پتکی نخورده پیکر خارا غبار شد. آن شاخ مو که صد خم از او باده می گرفت، بر باد رفت و یک سره بی برگ و بار شد. ای عشق خون ببار به صد چشم و یاد دار، سرها که در هوای تو آونگ دار شد. چشم گشایشی دیگر از آسمان مدار، دست دعا نگر که بگردید و دار شد. تأثیر خوبی به این مرسوی ها. شعری که شوق زندگی و شور عشق بود، دردا که بر نوشته سنگ مزار شد. پایان قصه غارت خونین باغ بود، بعد از هزار سال که گفتی بهار شد. آری چراغ روشنی آموز سایه بود، آن چشم روزگار که بی روزگار شد. این که نباید این داده چاپ بیادن در وقت ممیز نفهمده؟ نه نفهمده چیش نفهمده؟ اجاره به شابه چی داشته که نفهمده؟ شبی آشکاره در حرف بیدن آن بیدو 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 آخر قشر بخوام شعری که شوق زندگی و شور عشق بود، در دا که برنوشته سنگ مزار شد.
پایان قصه غارت و خونین باغ. غارت خونین باغ. بعد از 3 سال که گفتی بهار شد. بهار شد. بهار انقلاب بهار شد. بعد هم نون هر درن نسیمه. خب خسته نباشید، من این ختم میکنم به این پتایی از سایه که میگوید سر بگذاریم وقت خواب رسیده است. برای من که وقت خواب خیلی وقت گذشته، برای شما یواش یواش وقت خواب رسیده. خیلی متشکرم، در خدمت شما هست. خیلی ممنون آقای محمدپور، استفاده کردیم. من بازم ممنونم که با این همه اختلاف ساعت زمانی که وقت خواب زحمت کشید قبول زحمت دارید. سوال من میدونم یکی از دوستان دارن به خاطر مشکل وقتمون فقط یه سوال. تو آجا میخواید یه جوری پرسش بزنید؟ پرسش بزنید. سلام داریوش عزیز، آقای محمدپور بزرگوار، خیلی خیلی استفاده کردیم، ممنون که قبول زحمت. کاش چند ساعت دیگه ادامه پیدا میکرد. کوتاه میپرسم، دو تا سوال کوتاه. یکی، نسبت سایه شما چطور میبینید با شعر سپید؟ ما ازش سراغ نداریم، شما از زبان خودش شنیدید نسبتش رو با شعر سپید؟ و اگر نگفته از نخواستم بوده یا نتوانستن؟ دو، اینکه نسبتایه با جنگ ایران و عراق چه بوده؟ آیا شما سراغ دارید؟ خودش صحبتی کرده که چرا ما نمیتونیم حضور پررنگ این اتفاق بزرگی که چند نزدیک یه دهه کشور ما رو درگیر کرده بود در شعرش بازتابش رو ببینیم؟ چه او، چه بزرگان همعصر او، اخوان و شاملو و حالا شهریار که قضیهش جداست. خیلی ممنونم بازم ازت. خیلی ممنونم تا جان. عرض شد که اون سال اول شما در روی شعر سپید یه جواب سرراست داره. یه جایی اینو سایه هم شفاهی به من گفته، جایی دیگه هم مصاحبه کرده به گمانم اینو گفته، که وقتی در روی شعر شاملو به طور خاص حرف میزد، خب شما میدونید که بعد از شعر نیمایی واقعا که به اسلوب شعر شاملو نزدیک میشیم، با یه جنس متفاوت شعری مواجه هستیم. سایه تعبیری داشت که اینو میگه، من به شاملو بارها گفته بودم که تو یه جوری شعر میگی که اختصاصا کار خودته و آدمایی بعد از تو میان توانایی و قریحه و ذوق شعر ورزی تو رو ندارن و اینا فکر میکنن شاعرن. و سایه به شدت با این مخالف بود، میگفت یه عده‌ای میان که شعر میگن به اسم شعر حالا سپید، هر اسمی که اون روش بذارن، و فکر میکنن که شعر یعنی که شما هر چقدر بی سر و ته تر بی معناتر شعر بگید، کلمات رو به هم وصل کنید و به هم گره بزنید، میشه شاعری. خب این شعر نیست دیگه، شما عاطفه بیان نمیکنید تو، شما با کلمات داری بازی میکنید. یعنی در نتیجه به اون معنا شما شعر سایه اصلا، سایه به همچین اعتقاد نداشت که بیاد بگه حالا مثلا من اینجوری شعر میگم. در نتیجه نتوانستن نیست دیگه، شما من شما میتونم بگم که من میتونم همینجوری کلمات رو به هم زنجیروار گره بزنم، یه چیزایی سر هم کنم، یه دیم خوششون میاد یه دیم خوششون نمیاد، ولی خب آخرش چی؟ من چه چیزی رو بیان کردم که ارزش ماندن و ارزش گفتن داره؟ اینجاست که به نظر من تفاوت سایه با خیلی آشکار میشه. به این معنا نیست که ما در روزگار معاصر شاعر خوب نداریم، شعر نیمایی خوب نمیگن، یا شعری که احتمالاً رها از این وزن و قافیه است نمیگن، که اینو بارها ما دیدیم در شاعران مختلف. نکته در اون سوال آخرتون، من واقعا سوال خوبی است، من به ذهنم نرسیده بود که از این منظر بهش نگاه کنم. به گمان من اینجوری نیست که شما در شعر سایه ماجرای جنگ ایران و عراق رو به این شکل ببینید یا نبینید. من هرچی الان به ذهنم فشار میارم نمیتونم مستقیماً پیوند برقرار کنم بین یه شعری که سایه برای ماجرای جنگ ایران و عراق گفته باشه، به یه دلیلی که دلیل مهم اینه که سایه بالاخره از زمانی که از زندان میاد بیرون از سال 63 و بعد که از ایران خارج میشه، تقریبا نیمی از اون سالا دیگه سایه در ایران نیست. و فراموش نکنیم که با یه زندگی تروماتیک ما مواجهیم، یه زندگی که از بسیاری از هم گسیخته، خانواده‌ها از هم پاشونده، و این فقط محصول جنگ ایران و عراق نیست دیگه، محصول حوادث سیاسی در 60 و
به خود خصوص بعد از قل و غمی که برای حزب توده صورت گرفته. و با وجود اینکه حزب توده در بعد انقلاب خودشو مدافع انقلاب اعلام میکرد، خودشو همراه انقلاب اعلام میکرد، اون انتقام عجیب غریبی که جمهوری اسلامی از توده یا گرفت از چپ ها گرفت، خب هیچ وقت از خاطر اینها پاک نشد. ولی ربطی وجود داره؟ والا نمیدونم، واقعا جواب این سوال من نمیدونم. یعنی شاید باید بیشتر برم از این زاویه نگاه کنم که چگونه در شعر سایه باستاب پیدا کرده جنگ ایران و عراق. بسیار عالی، ممنون آقای محمدپور، بازم سپاسگزارم از اینکه قبول زحمت کردید. با این خیلی استفاده کردم از وقتتون. از آقای عزیز ممنونم که باعث آشنایی ما و شما شد. امیدوارم که بازم در خدمتتون باشیم تو برنامه‌های دیگه. خب یه استراحت خیلی کوتاه، یک تشکر کنم. خیلی ممنونم. بسیار عالی، مرسی آقای. خب یه استراحت خیلی کوتاهی می‌کنیم و برمی‌گردیم چند دقیقه با قسمت دوم.